السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. دوستای عزیز، هر تمدنی که در دنیا شما می‌بینید و هر دین که شما او را می‌شناسید و یا هر حرکتی که جایگاه دارد در مابین مردم، او دین و او حرکت در حقیقت یک تعریفی از این جهان دارد، از این کائنات دارد. ما شما او را به نام جهان بینی تعبیر میکنیم، نوع دید ما آنچه که بیرون از ماست. هر قدر که این دید قوی باشد، مطابق به واقع باشد، استوار باشد، به امو اندازه در مابین مردم جایگاه خود را پیدا می کند. این دید هرگاه فراتر باشد، از حسه چشم و گوش ما بالا برود، طبیعتاً که جایگاه بس قویتر و مستحکمتر پیدا می کند. پس جهانبینی است که در حقیقت وسیله می شود برای کشاندن مردم در قضیه. از طرف دیگر این جهانبینی هضم کردن هم کار دارد. یک تعداد از مردم این جهانبینی را باید هضم بکند، خوب علم سرش داشته باشد، بتاند او را خوب تعبیر بکند که ای را ما به عنوان رهبرا و علما و دانشمندان یا پیام آوران امو دین و تمدن و حرکت می دانیم. بعد از اینکه قضیه به او شکل مطرح شود و یک تعداد او را خوب هضم کرد و فهمید، بعد این مردم به بهترین وجهش برای عام مردم رساند، استحکام و قوت و صلابت از این حرکت را ما بیشتر و بیشتر احساس میکنیم و میدانیم. دوستای عزیز، این حرکت وقتی که می آید طبیعی است که از این پیش هم تمدن ها و حضارات و دین و یک حرکت های بود، اونا طرفدار داشتن. این طرفدارا اجازه نمیدن که حرکت های جدید بیاید و جاگزین شود. یک تعداد می بینیم که در مبارزه مفته، در کشمکش مفته و جامعه انسانی طبیعتاً میخواد بشنود او چیزی که دیروز بود، پیامی که دیروز به عنوان یک حضاره و تمدن و جهان بینی مطرح شده بود و پیرو داشت و وجود داشت، چقدر مشکلات ما را حل کرده است. امی دین که در جامعه بود یا امی حرکتی که در جامعه بود یا امی نظامی که در جامعه بود ما را به کجا برده و کجا می خواهد ببرد؟ حرکتی که نو مطرح می شود او را مردم گوش میکنه،
و می خواهد که او را هم بشناسد که این ما را به کجا می برد، این کجای مشکل ما را حل می کند، حوائج ما را چطور برم می ته. پس هر آوازی که نو می شود با او هم انسان ها گوش می تن، بخواهیم نخواهیم می خواهیم بشنوند. بعد در مابین از این کشمکش ها است، هر کس من حیث یک کس قلب تپنده دارد پشت حقیقت، میخواد به حقیقت برسد و حقایق گم شده یک انسان است، حکمت گم شده یک انسان است، او را طبیعتاً طلب میکند. از این خاطر ما میبینیم در سیرت رسول ما صلی الله علیه و سلم انگامی که اسلام عزیز را مطرح میکنه با جامعه و چگونگی نگرش اسلام را در رابطه با کائنات، در رابطه با انسان، در رابطه با حیوان، در رابطه با اقتصاد، در رابطه با جامعه، در رابطه با خانواده، در رابطه با والدین و همه و همه در اونجا روش را تقدیم میکند، قضیه را به معرفی میگیرد. حالا او تمدن گذشته یا دین گذشته یا نظام گذشته طبیعتاً خود را در خطر می‌بیند. وقتی که در خطر می‌بینه چی باید بکند؟ راه‌ها را به اشکال مختلف برای هضم کردن، از بین رفتن، توقف از دین مطرح می‌کند. یک رانی چندین راه‌ها را می‌کشد. از یک طرف یک موجی از تبلیغات را شروع میکند، موجی از تبلیغات. از طرف دیگری تحلیل میکند که چی کاری بکنیم که قدرت ما، نظام ما، سلطه ما او باید محفوظ باشد. با ملاحظه ای که در قوسین را داشته باشین، دین من حیث دین هیچ وقت شر را برای کس نمی خواهد، بلکه ادیان آمده اند تا خیر را به مردم بدهد. ولی یگان بار اما چیزی که این دین عرضه می کنه او محدود می باشد. وقتی که جامعه ترقی می کند دیگه داده نمی تاند. از این خاطر مسئله نسخ ادیان این مطرح می شود، از آدم علیه السلام شروع میشه تا به ختم مرتبت علیه السلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، گپ به این میرسد. به این به عنوان یک دین که آخرین دین است، کاملترین دین است، شاملترین دین است، عرضه وجود پیدا میکند. این دین پیام همه جانبه دارد، هم برای فرد دارد، هم برای اجتماع دارد، هم برای دنیا دارد، هم به آخرت دارد، هم برای سیاست دارد، هم برای اقتصاد دارد. هر آنچه که میخواهید این دین ارزش خود را تقدیم میکند. در ضمنش ارزشش را از دست خوشت، از تحریف نگاه میکند. کس نمیتونه که ارزشی که اسلام مطرح کرده است او را تحریف بکند، بلکه نگاهش کرده. از این خاطر قبلا ما سه اصطلاح داشتیم، اصطلاح لغوی داشتیم، اصطلاح عرفی داشتیم، اصطلاح فنی داشتیم. اسلام ما آمد یک اصطلاح دیگر را اضافه کرد به نام اصطلاح شرعی، تا اصطلاحات خود را هم به معرفی بگیرد و کسی حق ندارد که اصطلاح جدیدی را بسازد و اصطلاح شرعی ما را از بین ببرد. و همیشه شما شاید شنیده باشین که میگم کتاب، سنت، اجماع، قیاس. یک مفهومی که غالبا از ذهن ما فرار میکند امیست که مفهوم اجماع در فقه اسلامی که بزرگترین قضیه است و ایست که اجماع میشود به اصطلاحات شرعی که در دین مطرح می شود که او عوض نمی شود،
به تغییر نظام، به انکشاف جامعه، به انکشاف علم. مثلا ما شما میگیم که الصلات و معنای دعا و نیایش است از نظر لغت. خب از نظر اصطلاح شرعی وقتی که صلات یا نماز این کلمه را مطرح میکنیم، در ذهن کل ما شما عبارت از یک سلسله اعمالی است مشخص که در زمان مشخص، در مکان مشخص، به حرکت مشخص شروع می شود، به تکبیر و ختم می شود به تسلیم. حالا که وقتی کسی را گفتیم که نماز خواندی، در ذهنش اصلا خطور نمی کند که یعنی دعا کردی، نیایش کردی، این معنا نمی دهد. نماز مستقیم می رود به امی حیعتی که به الله اکبر شروع می شود و به السلام علیکم و رحمت الله ختم می شود. حالا اجماع امی شد، اجماع شرعی ما امی شده. در هیچ زمان هیچ دانشمند حق ندارد که اثر شروع بکند، واکاوی بکند، لغت پردازی بکند و اصطلاح شرعی ما را ببرد به اصطلاح لغوی. دقیق شدین؟ این حق ما بر کس نمیده و این حق کسی نمی داشته باشد. پس اسلام آمد به عنوان دین، از خود مواصفات داشت کمال، شمول، ابدیت، الهیت و یا ربانیت، وسطیت. این پنج ویژگی یا پنج خصیصه خود را به معرفی گذاشت. دین کامل است، هیچ کس حق ندارد دین چیزی را زیاد کند. دین شامل است، دنیا و آخرت، فرد و مجتمع، ماده و روح. ابدی است، هیچ نظام و هیچ تمدن و این تاریخ نمیتونه او را بگه عقب برو که ما آمدیم. و وسط است، افراط و تفریطی در این نیست. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، وسطا مختار و میانه. اسلام وقتی که آمد به فطرت انسانی مردم پیامش را گوش میکرد. پیام را چی گونه گوش میکرد؟ میگفت اسلام برای چی آمده؟ فورا پیام میداد. آمده تا شرک را از بین ببرد، توحید را حاکم کند، مردم خالق و مالک و مربی و معبود خود را بشناسند، به سنگ و چوب، به ستاره و آفتاب و ملائکه و پیغمبرا الاخری سجده نکنند، انسان را آزاد بکند از اینکه به غیر الله سجده بکند. اسلام آمد تا مردم را آزاد بکند از ظلم ظالم. این ظلم در هر عنوانی که مطرح شود، پادشاه اگر ظلم بکند دستش را بگیرد، عالم اگر ظلم میکند دستش را بگیرد، خان و آقا و پیسدار اگر ظلم بکند دستش را بگیرد، جاهل ظلم بکند دستش را بگیرد، هیچ کس را اجازه نمیدهد که کسی را مقهور کند. همگی اولاد آدم هستین و آدم از خاک آفریده شده است. هیچ کس بر کسی برتری ندارد و برتری یک انسان به اساس تقویش است. قوم، نژاد، سمت، رنگ، بوی، این وسایل بلندی نیست. کسی نمیتونه بگه من پشی فلان هستم بنام از تو کده خوب هستم. نه، این ختم کرده است. این موضوع که مطرح شد، مردم گفته بلکل ما خواهم امیره، میخواهیم که آقایی و قلدری و ملکی که نفس ما را کشیده است همون باید ختم شود. اسلام آمد تا دیدگاه انسان و جهانبینی انسان بسیار محدود بود، در می قریگکش بود. ایره خب بگذارین که به دنیا بیندیشد. آمد گفت نه، دنیا بسیار کوچک است، با
بلکه از دنیا فکرش را بیرون کشید، از کائنات بیرونش کشید، این به خالق کائنات وصلش کرد. و جالبی که در بین خالق و مالکش و در بین از انسان واسطه ها را ختم کرد، نظام را مطرح کرد، فرد را کشید، انسان را کشید، بدیلش ارزش داد، سیستم را داد، هر کس را هدف بلند تعیین کرد که میتونی در اینجا بشینی، این میراث جای میراثی نیست، تو میتونی اینجا بشینی. خب برای آمدن در اینجا آمادگی تو باید بگیری. پس هیچ کس را نگفت که تو نمیتونی. اما بود که اسلام آمد، تمدن سازی کرد، جامعه سازی کرد، شهر را جور کرد، نظام را جور کرد، پوانتونا را جور کرد، شفاخانه را جور کرد، در تمام عرصه ها پیام بلندی را داد، کم نی، پیام بلندی را داد. مثلا ما شما چیخ میزنیم که افغانستان 5000 ساله تاریخ دارد، میگیم ولی دی 5000 سالی تاریخ تو داری، چی داری که عملا برای من نشان بدی؟ این سوال که مطرح شود، باز میری تاریخ و تمدن اسلامی را پیشکش میکنی، باز در زبان ادبیات سنایی را پیش میکشی، باز مولانا جلال الدین رومی بلخی را پیشکش میکنی، با عبدالرحمن را پیشکش میکنی، الاخری تاریخ هم که مطرح بکنیم او تاریخ را پیشکش میکنی. از این معلوم میشه که اسلام است که در حقیقت برای تو زبان داد، تمدن داد و جایگاه برات داد، ساختارت هم به این شکل، ساختارت هم به این شکل. و چیزی که تو را تمدن میدانی، اسلام آمد دور تعدیل کرد، میگه نه این بد است، تو از سنگ و چوب که خدا میسازی و به او سجده میکنی، تو برتری از او، تو را از بت بامیان نجات داد، بلکه او را به عنوان مرض مطرح کرد، تو به مراتب مراتب از که خوبتری، چرا یک خرد باشی؟ عزیزم در نتیجه چی شد؟ هر کسی که به منطق بلند دین گوش میکرد مسلمان میشد، هر دانشمندی که میامد و اسلام عزیز را میشنید مسلمان میشد. دشمنای اسلام ایران ماندن که در چی غم ما گرفتار شدیم، بعد شروع کردن به توطئه، توطئه را به این شکل شروع کردن، گفتن که امی محمد پیام رسان از این دین، ای ساحر است، اوش کنین برش نزدیک نشوین، اگر گفش شنیدی فورا تو را وادار میکنه که ایمان بیاری و منکر ادیانت شوی، منکر اجدادت شوی. مردم میترسی ولی ساحر است دیگه، نزدیکش نمیشد. یک تعدادی باز تبلیغات شروع کردن، این محمد در مابین خانواده ها اختلاف را ایجاد میکند، جنگ و آشوب را ایجاد میکند، ما را از خود دور میکند، نفاق را بر ما پیدا کرده است، این را کار میکرد. باز میگفت که این تمدن و حضاره ما، این ثقافت ما را از بین میبرد، ما به نیاکان خود افتخار میکنیم، این کار را شروع کرد. از طرف دیگری سر خود پیام آور سرزو کارا شروع کرد، رفت برش گفت که چی میخوایی همین جنجال ایجاد کردی؟ هر قدر پول کار داشته باشی ما برات میتیم، هر قدر پول کار داشته باشی میخوای تطمیعش بکنم، تو را پاچا میکنیم، پاچای ما باش، بهترین زن را برای تو میتیم، کلان ما میشی، همین جنجال به ما ایجاد نکن. تطمیع که نشد، باز تبلیغات زهراگین شروع شد. تبلیغات زهراگین که نتیجه نشد، تخویف شروع شد.
هر مسلمان را لط بکو، بزن، بندی بکن، فشار بده. او که نشد آخرین کار میگه حذفش کن، دیگه باید به قتلش برسانی، ترورش کنی. ولی خدا که میخواهد او تصریح میکند که رب میخواهد که لیتم نوره ولو کره الکافرون. این دین نشر میشود اگرچه کافر بد ببیند، اگرچه کافر بد ببیند، اگرچه تبلیغات بکند، اگرچه مشکل را ایجاد بکند، تشویه بکند، تخریب بکند، توطئه بچیند، ولی رب ما ایره خواسته لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. الله ایره میخواهد، مالک خو الله هست که این دین را غلبه بدهد به تمام ادیان، اگرچه کافر بد ببیند، اگرچه صد را ایجاد بکند، موانع را ایجاد بکند. عزیزایم، اسلام آمد بهترین شهرها را ساخت، تمدن بزرگ بصره، کوفه، اسپانیای امروز، تمدن قسطنطنیه، تمدن در شام، تمدن در هند، نظام را پیشکش کرد، همه چیز را داد. ولی انگامی که مسلمان ها از درون دین را آهسته آهسته کنار گذاشتند و غرق شدند در قضیه مادی، با سقوطشان شروع شد. انگامی که سقوطشان شروع شد، ما رفتیم به عنوان یک ملت ذلیل و خوار، بسیار ذلیل و خوار. اتو خوار شدیم که پرسان نکنیم. و ملتی که بی سواد نداشت، همگی با سواد بودند، همگی با سواد بودند. در ملت مسلمان کسی که چیزی را نمی نوشت و نمی خوان نبود، همگی با سواد بودن. اون ملت بی سواد شد. اون ملتی که همگی با خدا رابطه داشت، رابطش با خدا ضعیف شد. اون ملتی که دروغ یاد نداشت، خیانت یاد نداشت، ایثار و عفت و امانت و ای ویژگیش بود، اون ملت رفت به طرف غلطی، دروغ گفتن یاد گرفت، خیانت یاد گرفت، بی سواد شدن. بعد دروازه های ذلت برایشان خلاص شد، یکی پی دیگری سقوط میکردن، سقوط میکردن، سقوط میکردن. در درونشان کافر و مرتد پیدا شد. خب علت اساسی چی بود؟ ارتباط با رب ضعیف شد، با پروردگار ارتباط ضعیف شد. زیرا مسلمان از خاطر پلیس دست از گناه بر نمی دارد، بلکه مسلمان از ترس الله گناه نمی کند. هرگاه حاکمیت الله از مسلمان دور شد، بعد از او ظاهربین می شود. باز می گویند که جایی که پلیس نباشد باید غلطی کند، جایی که پلیس باشد باز خود را کنترل کند. ولی هرگاه عقیده باشد، بگو که الله می بیند، مثل که در رمضان ما شما از الله میترسیم، تشنه هستیم ولی آب خورده نمیتونیم، تنها در خانه هستی نان خورده نمیتونی، چرا؟ اعتقاد و باورت به الله بسیار بلند است. بعد از سقوط و مشکلات علما، دانشمندا برای از اینکه این دین خورا خداوند متعال نگاه میکند، اگر دین سر ما حاکم باشد ما عزیز می باشیم، اگر دین حاکم نباشد ما ذلیل می باشیم، خار می باشیم. از این خاطر پروردگار ما می فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اگر تو با امید ازی باشی که تو نکتایی بزنی، ریشت تراش بکنی، نماز نخوندی، شراب بخوری، غلط غلط کارا بکنی، باز کافرها از تو خوش می شود؟ ابدا نمیشه خوش. مادامی که تو گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله، ما من حیث عالم از دین و تو من حیث دکتر برشکان نسیم هیچ فرق نمی کنی. تو با مون نکتاییت، با مون ریش تراش دشمنش هستی، مثل که من از یا دشمنش هستم، هیچ فرق نمی کنی. تو به دروغ میگی که
مکت امریکایی چی هستم؟ دوست هستم. 10,000 دفعه بگوی که دوست هستم، دوست هستم، دوست هستم، لن یقبلک ابدا، هیچ وقت تو را نمیپذیرد. این دندانت را بکش، نمیشود. و این تاریخ نشان داده تو نیست که نباشد. 10,000 انسانی هستند که خواستن در پای کافر بیفتن و تواضع بکنن، ولی ذلیلشان ساخته است، خارشان ساخته است، خارشان ساخته است. پس عزیزم، علما نشستن بحث کردن که از کجا و چطور این ملت را زنده بکنیم، و این ملت پس به مانند نیاکانشان و اجدادشان به پای خودشان باشد، پس به عدل و به انصاف برود، به ساختن از این دنیا برود، یک زندگی مطمئن را برای خود بسازد و با این دین و این تراثی که در اختیار دارند بتانند برای جامعه انسانی خدمات خود را تقدیم بکند. از این حالت مریض و مرده اینا باید بیرون کشانده شوند. اما بود که به این فکر رسیدند که علت بدبختی کل ما عدم شناخت، ضعف شناخت از دین ماست. دین مردم نمیفهمند. دین را مردم نمیفهمند. دین باید مردم بشناسند. یک خوی رقم است که اسلام دین است. قرآن کتاب الله است. یکی شناخت، علم، معرفت. هزی خاطر عزیزای در پوانتونای اسلامی و جهان اسلام فیصله کردن کنفرانس اسلامی که در تمام پوانتون‌ها باید مسلمانان مضمونی را به نام ثقافت اسلامی بخوانند. مضمونی را به نام ثقافت اسلامی بخوانند. خب ولی ببینید که ثقافت از ثقفه، از این ماده گرفته شده. در اصلش به معنای تقویم الاعوجاج، یک شای کج باشد او را راست بکنی، معنایشی را میدهد. و عربای تو میگن که ثقف الروح رمحو، اما تیری که کج شده بود او را راست کرد. معنای جانبیش به معنای علم، تراث. پروردگار میفرمه که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، ما خواهی تو کتاب به شما نازل کردیم که این کتاب وسیله بیداری شماست، بیدارت میکند، از خواب غفلت بلندت میکند. این کتاب باید بند باشد، تفسیرش باید نشود، مجلسش باید نشود. خب چرا نشود؟ وای افراطیت را ایجاد میکند. خب تاریخ باید خوانده نشود، ملت باید اما تو گیج بوده باشد، الگوهای خود را باید نشناسد، حضاره و تاریخ و فرهنگ خود را باید نشناسد. زیرا اگر تو شناختی بس گپ عوض می شود. تو خب بازی تو حقیر نمی مانی، تو خب بازی تو تحلیل کرده نمی تانی که این ملت کی است. من از یک جوان شنیدم می گوید که این احمد شاه عبدالی را کی گفت که بر هند تعرض بکو؟ گپای زیادی زد، گوش کردم برش، گفتم برادر گلم مطالعه نکردی؟ احمدشاه ابدالی از افغانستان به هند تعرض نکرده. تو بیا یک بار ببین که بزرگترین شخصیت های هند از او دعوت کرده است برای نجات مردم رفته است. در اونجا مسلمان مظلوم بود، مشکلات داشت. یک بار تاریخت سرش افتخار بکن. چرا تاریخت تحریف میکنی؟ تاریخت بخوان. این شجاعتی که این ملت دارد این را یک بار بخوان. دستاوردی که این ملت دارد او را نابود نکو. دشمنای ما میخواد شخصیت ها و الگوها را از پیش ما بگیرد، تخریبش بکنه، توهینش بکنه، نامها را سرش بگذارد.
علم را از پیش ما بگیرد. در حالی که این کشور بزرگترین دانشمندان داشتند که از افغانستان برآمدند، علمش، جایگاهش، معرفتش. وقتی که کتاب میخوانین در حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم میگن بخاری، مسلم، ابو داود از افغانستان است، زمین نیمروز ما شماست، پس نباید افتخار بکنی سرش. وقتی که میری حاتم بستی، شخصیت بلندی که در علم جرح و تعدیل کتاب‌های مختلفی دارد، از بست هلمند است، نباید افتخار سرش بکنیم. طرف برین انسانی که فلسفه خوانده است، مکتب بلندی دارد، شیخ صاحب تفسیر کبیر امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه، در 20 جلد تفسیر دارد. خواجه عبدالله انصار رحمت الله علیه، شخصیت بلند مقامی که امی برادرای سلفی ما زیاد امی کتابای چی را میخوانه، کتابای ابن قیم جوزی رحمت الله علیه را زیاد دوست دارن. واقعا که ابن قیم شخصیت بسیار بلندی عظیمی است، الله یرحمه. کتابای بسیار زیبا دارد، یک کتاب دارد به نام مدارج السالکین، خیلی کتاب خوبی است. این کتاب شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری است. پس این ملت خود شخصیت ها دارد، در همه چیز دارد. حالا میبینه که چند روزی که کمک افغان ها فرصت پیدا کردن، کمی فرصت پیدا کردن، دکتر خیلی خوبی پیدا شد، دمید و از 18 سال 20 سال انجینر بسیار خوب پیدا شد، کمپیوترکارای بسیار خوب پیدا شد، جوانای ما به طرف ساختن از کشور رفتن. از طرف دیگری الله فهمی از دینم نصیبش کرده بود، دین فهمیدن، گفت دکتر هستم خب مسلمان هستم، دکتر خب مرا بیدین نمی کنه، بلکه با دین مرا محکم بس نمی کند، انجینری مرا بیدین نمی کنه، بلکه با دین تمسکم می ده. بعد علت چرا؟ باز میبینی که از تاریخی از دین فهم پیدا کردم، از تراث از دین فهم پیدا کردم، شخصیت های از دین را شناختن، الگوهایش را شناختن. الله متعال میخواه اینا را با شخصیت بکنن. و دشمن های ما منن چی شروع کردن؟ ثقافت اسلامی تروریست را تعریف میکنه، افرادگرایی را ایجاد میکنه. افراد یعنی چی؟ افراد یعنی چی؟ ارگاه شما از مؤسسه ران پرسان بکنین که امی بحث را دنبال میکنه و امی مردمی که علیه ثقافت اسلامی میرزمن جیرخوری، امی مؤسسه تحقیقاتی امریکاست، اینا برشان پولشان میتن. اینا را بگوی که چی گپ شده؟ خب من میخوایم که مسلمان افراطی نباشم. اول تو خواهمو را به ما تعریف کن. ارگاه شما در نماز آمدین افراطی استین، خب؟ در نماز که آمدی که هر کاری بود و گفتی که نه وقت نمازم است، من نماز میخوانم، تو چیستی؟ افراطی. ارگاه تو گفتی که خانم ما، دختر ما، اولاد ما، اینا باید حجاب اسلامی سر کنن، تو چی هستی؟ افراطی. صحیح شد؟ ارگاه در مجلسی که اینجا ششتی که خرافات بود، شراب بود، ساز و سرود بود، نکنین از برای خدا، تو چی هستی؟ افراطیستی. ارگاه تو گفتی حلال چی حرام است، افراطیستی. خیلی دیگه غیر افراطی یعنی کی؟ امی که به اصلاح شما بگویم متمدن، امی کی است؟ امی را خود ما بشناسم که من امتو شوم، نمونه شخو با ما بته. ارگاه بگویم میخوایم در کشور ما خودم صلاحیت داشته باشم، کشور ما در اختیار خودم باشد، باز تو چی هستی؟ افراطی هستی. ارگاه گفتی که هر چیز را به اسلام عزیز ما پیش بکنیم، از او دستور بگیریم،
باز تو چی هستی؟ افراطی هستی. لا حول ولا قوت الا بالله. ما نمیفهمیم خیلی چی تعبیر میکنن، چی تعبیر میکنن. باز که برزوی که مثل تو واره شوام، مثل تو واره شوام نماز نخوانم، مثل تو واره شوام بیتفاوت شوام در رابطه با قتل و کشتار و از بین بردن مردمم، مثل تو واره شوام که هر قدر زیر ذخایر مرا بیرون بکشن و دزدی بکنم من چیزی نگویم، مثل تو واره شوام که هر قدر فسادی ایجاد میشوام من چیزی نگویم. لا حول ولا قوت الا بالله. نمی شود عزیزای من. بناهن مضمون ثقافت اسلامی بر ما اصول و مبادی دین را به معرفی می گیرد که دین چی است؟ ای را بشناس. دین کتاب الله و سنت رسول الله است. ای را به تو می فهماند. دین اقوال علما نیست، اقوال دانشمندا دین نیست، مذهب دین نیست. مذهب عبارت از اجتهاد، نظریات مجتهدین و علمای کرام هستند که از دین آسان تعریف کردند، تعبیر کردند تا دین آسان تطبیق شود. دین کتاب و سنت است. حالا که مردم ما به اساس جهلش مذهب را دین میخوان، نمیفهمد. اینا را باید بفهمانیم، اینا باید بفهمن که در قال الله و قال رسول که شد، بعد تعصب نکو، بعد جنجال به جای ایجاد نکو. اقوال ائمه و علمای ما از دین آسان تعریف کردن، تعبیر کردن تا دین خوب تطبیق شود. مبادی دین ما در عقیده چیست و در عمل چیست؟ این را به معرفی میگیرد. ثقافت اسلامی برای مشکلات عصر ما حلول میدهد، راه های حل میدهد. تبابت ما چرا ضعیف است؟ تحلیل میکنیم که خوب دکتر خدا رو، هیچ مشکلی نیست، خیلی خوب وسائل تشخیصیه داریم. تحلیل میکنیم میبینیم که نه، مشکل ما خود در دکتر نیست، در دوام نیست، در وسائل تشخیصی هم نیست، مشکل ما در عقیده است. دکتر ما خوب مسلمان نیست که شایسته ایش است، تجار ما خوب مسلمان نیست که شایسته ایش است که باید مسلمان خوب میبود. زیرا اگر خوب مسلمان میشود به خاطر دو روپه تجار ما غلط دوا را وارد نمی کند. دقیق شده این؟ دکتر ما به عوض یک نسخه سه نسخه را باز نمی ته، به عوض یک ماینات 20 ماینات را باز نمی ته. وقتی که ماینات بیشتر کرد، دوا را بیشتر کرد، یک مرض دیگه مرض برتی پیدا می کند. پس بیاین که سر تربیتش کار بکنیم تا دکتر مسلمان، مؤمن، کسی که به نوامیس ما احترام بگذارد. ما خانم خود را و دختر خود را به هیچ کس نشان نمیتیم، ولی با دکتر میبریم، لمسش میکند، دسترش میماند، پرسانش میکند، کلش میکنیم. پس ارگا دکتر ما به این اندازه تربیت شود که این دختر دختر ما است، این مادر مادر ما است، این خواهر خواهر ما است، ارگا این دین است که را برش نشان میدهد و اطمینان خاطر برای تو میدهد. ارگا ما انجینر خیلی خوبی داریم، کدام انجینر است که نفهمد که سقلی که من سر زمین میمانم چقدر خواهد بود؟ کلش تحلیل میکند، ولی از نظر ایمانی که ضعیف شد باز مواد کم کن، نقشه را غلط تطبیق بکن، یک سیمه او طرف دزدی کن، او طرف سیمه تا دزدی کن، این طرف میبینه که کار غلط میشود، به خاطر کارفرمایش او را از کار بیرون نکند، چشم خود پت میکند. ایمان که قوی شود باز کارفرما را میگه که نه، درست است که این شرکت از تو است، ولی من کشور خود از تو که زیاد دوست دارم، نمیخوام که سرکم خراب شود. این اسلام است که انجینر را توجیه میکند و متوجهش میکند. عزیزایم، اگر ما جوان خود را به اسلام تربیت بکنیم،
بعد متعصب نمی شود. این تعصب قومی و نژادی و سمتی را کی دامن می زنه؟ تر به خدا ایمانن بگوین، امی دیقان ما پشت امی می گرده پشتون کی است، تاجک کی است، سمت کی است، زبان کی است، حزب کی است، این را کی دامن می زنه و در کجا دامن زده می شود؟ ای در پوانتونا دامن زده می شود. ای کسایی که یک قیقه شادنامه دارن اونو این چیزا را دامن می زند. اینا را مردم های عوام ما دامن نمی زند. شما با والله در خانه تان که کسی وفات میکنه سر جنازیت کلگی نمی آید. تاجک که وفات می شود در جنازش پشتون و هزاره و ازبک نمی آید. در فاتحش نمی آید. تو دروازه تو جا سرش تکت ماندی که فلانه نبیاید، بلکه اگر نیامد خفه میشی، میگه او رفیقم بود، دوستم بود، چرا نیامد؟ ما خود در مسجد، ما خود در فاتحه، ما خود در شیرینخوری، ما خود در عروسی ها با هم هستیم. این می مردمی که از نظر دین ضعیف هستند به قوم و به زبان و به سمت ما را تقسیم کردن. پس ارگا ای دانشمندان را با واسطه دین اصلاح نکنی، تا واسطه چی اصلاحش میکنی؟ لالا پس بگذارین که ثقافت بیاید که مسلمان را مسلمان بسازد و نگذارد مردم به قوم و به زبان و به سمت تقسیم شود و اختلاف در ما بین ما رسوب بکند. ثقافت اسلامی است که انسان را شخصیت میدهد و برشمه که تو یک روز میموری، بالاخره میموری و ای پولت و ای داراییت و ای علمت کلش از بین میبری، پیش الله واحد و قهار استاده میشی و از کل خوبی ها از تو پرسند میکند. ادگوی تا شخصیت های بلند تعیین کن، او را برت میدهد، دیدگاه را برت میده، قیودات را برت میده که از یک انسان چقدر تو باید حمایت بکنی، چقدر باید او را دوست داری، یک حد بر تعیین میکند. ما کلانای خود دوست داریم، بزرگای خود دوست داریم، ولی دوست داشتن خب به این معنا نیست که اونا به منکر به ما امر بکند باز ما بگیم بله صاحب، کار خود نمیکنیم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ثقافت اسلامی است که اعزاز به تاریخ به تو میده، به تاریخ شگوفا و بلند و عزیزت افتخار کو. شما خو مردم بی تاریخ نیستین، شما خو مردم گم شده نیستین، شما بهترین تمدن دارین. قسم به خداست که ما در کشورهای اسلامی که میرم با دانشمندایش میشونم، باز میگم که در پوانتونتان افغانا کسی است که استاد باشه، امی پرسان میکن دو سه دانه رو به ما معرفی میکنه، یک دانه نه، دو سه دانه رو به ما معرفی میکنه که بله در پوانتون افغان استاد است. افتخارت نیست؟ نه تنها عالی، در طول تاریخ، در طول تاریخ، اما تو قدم قدم بیاین، شما در مصر در جامعه ازهر بی استاد افغان نبود. در هر جای، در هر کشور. پس ما مردم بی سواد هم نیستیم که فراموش شویم. پس ثقافت اسلام ایره برات معرفی میکند که تو میتونی بزرگ شوی، عظیم شوی و نمونه شوی. در حقیقت وقتی که پس بیاییم که این دشمنی خیلی برای چی است؟ برای این می نقطه است. بیدار نشوین، زنده نشوین، حساس نباشین، غیرت نداشته باشین. زیرا ما حق داریم. هر تیری امریکایی که دیجا تیر میشه به قلب ماتش می آید، سخت زورم می ته کمی چرا؟ ای شما زورتان نمی ته؟ ای ما مسلمان هستیم، برای ما زور ما می ته که چرا امنیت ما را خودم نگیرم؟ سر ما چی شده که جنگ است؟ بنان ما را بگذار که ملت حساس باشد. ارگاه حساسیتش از پیشش گرفته دیگه این مرده، دیگه این چیزی ندارد که سرش افتخار بکند. انسان باید حساس باشه در رابطه با تاریخش، در رابطه با معادنش، در رابطه با سرکش، در رابطه با آب و هوایش باید حساس باشیم. و اسلام به ما میره میده
عکس از چی می شود؟ بی‌تفاوتی. بی‌تفاوتی. من تعجب میکنم که آنانی که علیه ثقافت اسلامی مباحثه میکنن، خب بیان سر بی‌عدالتی یک دفعه بحث میکنن. یه بی‌عدالتی که در این کشور است به نام دموکراسی سریزی بحث میکرد، یک نظام جعلی که جور شد، مردم گشت انگشتش قطع شد، در این قانون قانونی که طرفداری میکنن، قانون اساسی بیچاره تکت تکه شد. قانون اساسی همه تو نظام بر تو میخواست، استاد میشود نیکی این رقم نظام به من اساس و قانون اساسی خلافه است. کدام جای قانون اساسی چون این نظام آمده؟ قانون اساسی خود برات گفته که یک نیرومند اردو داشته باشی و کلگی مکلفیت عسکری داشته باشد، 21 ساله باشی برو عسکر شو. چرا تطبیق نمی کنی؟ حقی کشور سر کل ما نیست؟ من باید برام حق ما است که باید نظام دیرشی را در تن خود بکنم و از حریم از کشور دفاع کنم. من استثنا نکنم، من باید برام، تو باید بری، کلگی باید برود. چرا اینجا که زیر پایش میکنین؟ پس عزیزان ما نباید قوی ضعیف باشیم که اما حقوق خودم تعبیر کرده نتانه و مردم ما را فریب بدهد. پس دشمنی با ثقافت اسلامی دشمنی با این ملت است، دشمنی با این دین است، دشمنی با آزادی از این کشور است، دشمنی با حریت از این ملت است. و به این باور دارم که اگر شوم علیه از این دین و از این کشور بسیار زیاد مزدور بود، مزدور خواهند بود، ولی ما به این باور دارم که سیهزم الجمع و یولون الدبر، اینا شکست میخورن، اینا رسوا میشون، بدبخت میشون و ممکن نیست که اینا به پای خودش داده شون. این ملت بسیار قهرمان است، این ملت اصول خود را دارد، ضوابط خود را دارد و خواهش ما ایست که بدبختی که ما داریم از نفهمی دین ماست. والله فی صدی نظام جور کردن مشکل ما را حل نمی کنه. دقیق شدین؟ نظام به فی صدی جور کنه، این نقش از پشتون باشه، این نقش از تاجک باشه، این نقش از هزاره باشد، این مشکل ما را حل نمی کند. اسلام این حلول نمی ده. اسلام میگه اتق الناس، تقوا را پیش کو، تخصص را پیش کو، تخصص تعهد پیش کو. کل نظام بر ما برادرای ازاره ما جور بکنه، ولی کدام ازاره؟ ازاره که تنها خودش نگاه کنه، منافع خودش بگیر، از خودم مقرر کنه؟ نه، کلگی ازاره بوده باشد ولی یک کشور دوست داشته باشد، به تدین باورمند باشد، به عدل و انصاف باورمند باشد، بسازد. فیصدی ما را جور نمی کند، دین ما را جور می کند. دشمنی که علیه ما صورت می گیرد از این خاطر است، زیرا نه حزب ما را جور می کند، دقیق شدین، نه قوم ما را جور می کند، نه سم، نه زبان. آنچه که ما را جور می کند اسلام عزیز ماست. هر کس که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت چی شد؟ برادر ماست. انما المؤمنون اخوتون، برادر ماست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی الا بالتقوى والتقوى ها هنا. پس بیان دعا بکنید که خدا فهم صالح دین نصیب ما بگردان، پروردگار ما را مسلمان واقعی بگردان. رب العالمین تو به لطف کرم جهل را از ما بردار، ما را به زیور علم زینت ببخش، اختلاف و شقاق و کینه را از سینه های ما دور بگردان. پروردگار فقر را از ما بردار، پروردگار ما را زندگی بده که خیلی خوب زندگی با خود و با مردم و با خالق خود پیدا کنیم. یا رب العالمین، اما ما مشکل داریم، یک تعداد ما از قرض می نالیم، یک تعداد ما از مرض می نالیم، یک تعداد ما از بیکاری می نالیم، یک تعداد ما ازار مشکل داریم. تو مشکل فرد فرد ما را می دانی، یا الله برای ما حلش بگردان. ما را محتاج به مخلوق مگردان، ما را از شقاق و نفاق دور بگردان. پروردگار اخوت و بیداری و صلابت در رأی را نصیب ما بگردان. همیشه خدای ما را مشت واحد علیه بیگانگان بساز.
کشور را به ما محبوب بگردان، کشور را به ما دوست داشتنی بگردان، محبت ما را با دین و با این کشور استحکام ببخش. سبحانك اللهم و بحمدك استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك و اتوب الیک.